وقتی در منزل یک باستانشناس ایرانی چای میخورید، در نعلبکی های گل سرخی و لیوان کمرباریک دیگه، درسته؟ بله بله. توراج دریایی استاد تاریخ ایران و جوامع پارسی زبان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین است که در حال حاضر ریاست مرکز مطالعات ایرانی دکتر ساموئل جردن را در این دانشگاه بر عهده دارد. ایران بودم، تو آپارتمانم نشسته بودم، سبتیکال بودم، یعنی دوره تحقیقاتی داشتم برای 6 ماه 8 ماه. خوشحال، انقدر خوب بود. و برام یه ایمیل اومد از دانشگاه کالیفرنیا که ما مقالاتتون رو خوندیم، دوست داریم که شما به اینجا سخنرانی کنید. من نوشتم خیلی ممنون ولی من ایران هستم و خیلی هم خوبه و فعلا قصد ندارم که بیام، ولی خب اومدم و سخنرانی کردم. و بعد موقعی که آدم وارد یک جریان میشه، بعد دیگه کاملا جذب میشه و خیلی مهمه. یکی از مهمترین آثار پژوهشی آقای دریایی که به نشر رسیده، کتاب ایران ساسانی است که در سال 2010 توسط انجمن بریتانیایی مطالعات خاورمیانه به عنوان یکی از 3 پژوهش برگزیده سال انتخاب شد. به غیر از چاپ کتاب که در حقیقت ما اینجا شروع کردیم، ما تنها مرکز ایران شناسی هستیم که کتابم چاپ میکنیم و شروع کردیم سی دی چاپ کردن. من خیلی دوست دارم که شروع کنیم از نقاشان دعوت کنیم و یک گالری داریم در دانشگاه همراه با گالری و افتتاحیه سرسری نقاشی های ایرانی ها، کتاب هم در کنارش چاپ بکنیم. فکرهای دیگه هم در مرکز دارم که حالا شاید کاملا در حیطه مطالعات علمی نباشه ولی در حیطه فرهنگ ایران هست. علیرغم تیرگی روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، توراج دریایی موفق شده در رشته ایران پژوهی ارتباط خوبی با دانشگاه‌ها و پژوهشگران داخل ایران برقرار کند. فیلم هم ما هر وقت وقت داشتیم، البته کارگردانان بسیاری اومدن، آخرینش دوست خودم بود، آقای مانی حقیقی اینجا بودن سال پیش که 2 تا فیلمشون رو نشون دادن و با مردم صحبت کردن. این استاد ایران شناسی همچنین میکوشد تا نسل جدید ایرانیان مهاجر در آمریکا را نیز با ریشه های فرهنگی و ملی خود مرتبط نگه دارد. 3 کرسی ایران شناسی هم افتتاح شد. کرسی موسیقی ایران که آقای استاد حسین عمومی دارن اینجا، کرسی ادبیات که خانم دکتر رحیمیه دارن و اولین رئیس مرکز بودن و ایشون هم من خیلی کمک کردن که این کارو بگیرم، و بعد کرسی تاریخ ایرانه که من در دست داشتم. بعد این یاسم فکر مادرم از ایران برداشته آورده، 2 یاسم. اینجا کاشته به این بزرگی شد. رفته تا بالا و علاوه بر فعالیت‌های آکادمیک، توراج دریایی در حوزه پژوهش در زبان و ادبیات فارسی میانه، زرتشت پژوهی و سکه شناسی ایرانی نیز از دانشگاهیان فعال است و از آثار دیگر او میتوان به شهرستان‌های ایران شهر و غروب یک امپراتور اشاره کرد. من پدر بزرگ از طرف پدریمه، این از طرف مادریمه. اینجا که دکترامو گرفتم آقای افشار رو باهاش آشنا شدم، گفت شما راجب ایران ایران شناسیم و ایران شناسی خوندین، و گفت بیا ببرم صفحه بفهمی ایران چیه، این چیزا فایده نداره. بعد هیچی دیگه، ما یه 10-12 سال منو بردن سفر، هر سال یه بار یا 2 بار میگفت کجا میخوای بریم، شما انتخاب میکردین. گاهی من، بعد وقتی میگفت نپرس که کجا میریم، نگو کی برمیگردیم، گفتم چشم. چه سفر هیجان انگیزی. بله. فکرم اگر اون سال ایران نبودم شاید میتونم بگم ایرانیم، ولی اون تجربه ای رو که خیلی از بچه ها داشتن، مثلا حالا در دوران بعد از انقلاب، دوران جنگ رو نداشتم و شاید ارتباطم با اون فرهنگ خورده سخت‌تر بود. خوشحالم که به ایران برگشتم، بسیار خوشحال. پریسا فرهادی، ایران اینترنشنال، لس آنجلس. حرفای ناگفته، شعرهای ناخونده، زیر گرد و غبار.